بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و شبتان بخیر. به مجمع خبرین ساعت از جوانتون خوش آمدین. در نخست سرخط خبرها، در آماده کردن زمینه تعامل با امارات اسلامی باید کشورهای منطقه و فرامنطقه دست به کار شوند. برخی از آگاهان امور میگویند در کردن در تعامل با جهان به ضرر نه تنها افغانستان بلکه کشورهای منطقه و فرامنطقه نیز میباشند. د سیمې او د منطقې هیوادو ته پکار ده چې د افغانستان د رسمیت په پیژندلو موضوع کې ګوټلي ګامونه پورته کړي، تر څو یوه هماهنګي د منطقې هیوادو په خپل منځ کې ایجاد کړي. واکنش ها از بهر بازداشت برخی از مهاجرین افغان در پاکستان. آگاهان امور میگن پاکستان باید از رفتار نادرست با مهاجرین افغان دست را بردارند. شو خبر خوب ده وای چی اسلامی امارات ندی سپیران یا سر کری وای و آقا چی ده مشکلات پیش کری وای ده مشکلات حل سی وای. خواست بازگشایی دروازه های مکتب لیسه و متوسطه. برخی از عالمان دین از امارات اسلامی میخواهند که دروازه های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بازگشایی کنند. نیم قشر جامعه افغانستان دختر است، نیم قشر جامعه افغانستان زن است، تو چطور دروازه تحصیل بند کردی؟ و در خبرهای جهان خواهید شنید که یک حزب مخالفان سیاسی در ایران برای جلوگیری از ادامه ناآرامی‌ها در این کشور خواستار انتخابات جدید شده است. مشروع خبرها، وزارت اقتصاد میگوید که تأخیر در به رسمیت شناختن افغانستان از سوی جامعه جهانی نه تنها به اقتصاد افغانستان بلکه به کشورهای منطقه نیز آسیب وارد کرده است. از سوی دیگر معاون سخنگوی وزارت امور خارجه امارات اسلامی با بیان اینکه حکومت سرپرست متعهد است که حقوق همه شهروندان را تأمین کنند، در همین حال آگاهان امور میگویند که کشورهای منطقه باید در به رسمیت شناختن افغانستان زمینه تعامل را نیز برابر کنند. وزارت اقتصاد میگوید که تحقیق در برس اصلاحکن امارات اسلامی نه تنها به اقتصاد افغانستان ضربه وارد کرده هست بلکه در منطقه و فرامنطقه نیز ضربه وارد کرده هستند. تحقیق در برس اصلاحکن امارات اسلامی توسط جامعه جهانی نه تنها به اقتصاد افغانستان بلکه به اقتصاد کشورهای منطقه نیز آسیب وارد کرده است. در همین حال آگاهان امور میگویند که کشورهای منطقه در به رسمیت شناختن امارات اسلامی نقش مهم دارد و تأکید دارند که برای مشروعیت داخلی نیز زمینه تعامل را برابر کنند. نو که چیرا افغانستان داسی په سیاسی انزوا کې ووسیږي، د منطقې د هیوادو اقتصاد ته له هر پلوه له هر اړخه د هغوی اقتصاد ته هم زیان او کولی سي، د هغوی اقتصاد هم ورسره ټکنی سي. نو د سیمې او د منطقې هیوادو ته پکار ده چې د افغانستان د رسمیت په پیژندلو موضوع کې ګوټلي ګامونه پورته کړي، تر څو یوه هماهنګي د منطقې هیوادو په خپل منځ کې ایجاد کړي چې وکولی سي نړیوالو ته یا نړۍ ته په دې باندې قناعت ورکړي چې تر څو د افغانستان د رسمیت پیژندلو موضوع کې یو جدي اقدام وکړي. تفصیل دیگر معلوم سخنگوی امارات اسلامی میگوید که حکومت سرپرست ضامن حقوق تمام افراد است. در حدود 1.5 سال از دوباره به قدرت رسیدن امارات اسلامی میگذرد، ولی تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. در حال حاضر بیش از 10 کشور در افغانستان فعالیتهای دیپلماتیک دارند. بعد از اینکه در کشور پاکستان به صدها افغان از سوی نیروهای پاکستانی دستگیر شدند، در داخل و بیرون از کشور واکنش‌های را در پی داشت. در چند روز گذشته در صفحات اجتماعی ویدیوهایی را دست به دست می‌شود که از سوی نیروهای پاکستانی با مهاجرین افغان بدرفتاری صورت می‌گیرد که در واکنش حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و رئیس جنبش تحفظ پشتون‌ها در پاکستان گفتند که نیروهای پاکستانی باید با مهاجرین افغان مساوی با اصول و مقررات بین‌المللی رفتار نمایند. بعد از اینکه خبرها در مورد گرفتاری مهاجرین افغان نشر شد، واکنش‌های تند داخلی و خارجی را در پی داشت. در همین حال رهبر جنبش تحفظ پشتون‌ها در پاکستان گفت که با مهاجرین افغان باید با اصول بین‌المللی رفتار صورت گیرد. در حال حاضر برخی از آگاهان امور سیاسی میگویند که سفیر پاکستان در افغانستان احضار شود. واقعیت چې په ایران کې او پاکستان کې د مهاجرو ته مشکلات حکومت پیښوي،
په پاکستان کې ډیر ماجر هلته بندیان دي. ښه خبره خو به دا وایي چې اسلامي امارت د دوی سفیران اصدار کړي وای او هغوی چې دا مشکلات پیش کړي وای دا مشکلات حل شوي وای. خو دا چې نه کېږي زما فکر باندې دنیا اوس اسلامي امارت په افغانستان کې مشکلات ایجاد کړي دي او هغه مشکلات چې دي هغه ډېر غټ مشکلات دي. نو فکر کوم چې اسلامي امارت خلک به دې ته نه وي اخلاصي وي چې هغه دا سپیران را احضار کړي او دا مشکلات حل کړي. سفارت افغانستان در اسلام آباد خبر می دهد که 30 افغان محبوس در زندان های کراچی آزاد شدند. برخی دیگر از آگاهان امور سیاسی می دهند که کشور پاکستان باید با اصول مقررات بین المللی را مراعات کنند. دا چې پاکستان او ایران د افغان کډوالو په وړاندې نړیوال حقوق او بشري حقوق قوانین د پښو لاندې کوي او بېرته درناوی نه کوي او افغان کډوال زوري د افغانستان دولت مسؤلیت لري تر هغه چې دوی سره ارتباط ونیسي او دغه د اصولو د پلي کول دپاره اړوند مراجعو ته مراجعه وکړي. او د یاد داسې ځکه په اوسني شرایطو کې نه ځي کېدای زمینه کډوالو ته داسې مساعده شي چې دوی بیرته راسي او یا دوی مخه ونیولی سي چېرې لاړ شي. ما نړیوال اصول د کډوالو په چارو کې موجود دي، هغه ته باید سل په سلو مراجعه وسي. تازه په دا ورځ سفارت افغانستان در اسلام آباد خبر داده است که از زندان کراچی 30 تن محبوسین آزاد شدند. فراغت 55 تن حافظان قرآن از مدرسه دینی داودخیل دارالقرآن در حوزه نهم امنیتی شهر کابل در منطقه هودخیل 55 تن حافظان قرآن عظیمشان فارغ شدند. علمای دین از امارت اسلامی خواستند که مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم به روی متعلمین بازگشایی کنند. پس علم ضروری برای زنها، برای دخترها هم ضرور است. نیم قشر جامعه افغانستان دختر است، نیم قشر جامعه افغانستان زن است. تو چطور دروازه تحصیل بند کردی؟ ما از امارت، از حکومت، امی مجلس، امی علما خواهش دارن که دروازه دخترها باید به تعلیم به تربیه باز شود. مسکا بوی جرگی بوی جماعت بوی حجری بوی دروغ جوڑے سول انقلاب در تراوڑما زمون د زمانی فرعونان چټول لا وکړي، زمون د زمانی فرعونان چټول لا وکړي. ورزم رو دینیل تا او سیلاب در تراوڑما خیر دک خڑ پڑ د دنیا پزمک پروتی مزا خیر دک خڑ پڑ د دنیا پزمک پروتی مزا اصل کی روح د ترنم یم نور می مزا ورا قران ز کور د میل نو یم نور می مزا ورا قران ز کور د میل مز اوسنی نظام می دغه وختنه ده چې لږ ځوانان ته متوجه شي او بس نور څه کارونه چې دوی پاتې کېږي لکه درسونه دي زیاتره مشکلاتونه دوی لري دغه ته مت لکه مثال خبرې دغه اوس زمونږ مسجد ده اوس که دغه چېرته ازاده وی یا لوی موږ هم هلته د سربندي کړې وه دلته به هم نه وکړې ځکه زمونږ جومات ته هم راغلو دلته هم سربندي
تاسو ګورې موږ په دغه وتخیل غټ خونده ډېر زیات یو مدرسه نه لرو چې په دې کې مثلا شاګردان لیلیه واوسیږي زیاتره دلته خلک بېوزله دي یعنې د فیس مدرسه کې فیس ترې اخیستل کېږي د هغې وس نه لري دولت نه تقاضا همدغه ده چې دلته یو معیاري مدرسه جوړه کړي سره د لیلیې چې حتی د ولایاتو نه که د ولسوالیو نه راځي دلته په هغه ډوډۍ سیستم یعنې هر څه مجهز وي تر څو هغه وکولی شي چې اقتصادي مشکلات کوم لري چې خپل حفظ تمام کړي او دیني زده کړي که زمونږ دغه مشکلات رفع شي د ځای مشکل مدرسې د وجود او د مدرسې څه چې امکانات وي او هغه ما یحتاج الیه الانسان ما لا بد منه انشاءالله تعالی چې شپږ چنده نه چې لس چنده به نور هم زمونږ فارغان ارتقا پیدا کړي او انشاءالله تعالی دا صحابه په علمي لحاظ سره دا به انشاءالله تعالی د افغانستان د کابل د مرکز دپاره د یو ویاړ او د افتخار ځای جوړ شي. دا ده چې مونږ ته د مدرسې امکانات او فضا برابر کی او مونږ انشاءالله تعالی دې قربانۍ او فداکارۍ او جان قربانۍ ته حاضر یو. خو د ځای مشکل او د مدرسې د ځای او د هغه باقي ضروریات چې زمونږ دپاره دوی برابر کی انشاءالله عبدالقادر خاموش سرپرست اداره ملی امتحانات کنکور میگوید در امتحان کنکور امسال برای دختران هیچ محدودیت وزنگیر دیده بود. به گفته آنها دختران علاقمندی برای امتحان کنکور نداشتند، در حالی که در دو سال گذشته دختران اول نمره عمومی امتحان کنکور بودند. اما امسال حتی یک دختر در بین ده نفر که بیشترین نمره را کسب کرده بودند در امتحان کنکور نبود. در همین حال داوطلبان کنکور میگویند که مکاتب دخترانی بالاتر از صنف ششم مسدود بوده بدون خواندن صنف دوازدهم در امتحان شرکت کرده بودند. یک روی قضیه را ما میبینیم که میگیم محدودیت های وضع شده، ولی طرف دیگه قضیه را که ما میبینیم از داخل و تجربه های ما نشان میده، محدودیت تنها در جاهای وضع شد که ما اصلا در وجود داوطلب نمیداشتیم. ما پیشتر اشاره داشتیم ما صنفای جداگانه داریم برای خواهرها و برای برادرهای ما. امسال به کنکور اشتراک کردم و بحث 348.6 نمره بلندترین نمره بین دختران گرفتم و همچنان از اداره ملی امتحانات کنکور به خاطر پروسه شفافی که برگزار کرده و نتایج در اسرع وقت با کمال شفافیت به دسترس ما قرار داده. با سعی تلاشی که انجام دادم توانستم شماره پروسه کنکور ولایت بلخ شوم و در نتیجه با کسب 348.3 نمره با 15 طب معالجوی پانتون بلخ موفق گردیدم. اداره ملی امتحانات کنکور سپاسگزاری ویژه نمایم به خاطر که یک امتحان بسیار شفاف و قابل قبول به همه مردم افغانستان را برگزار کردند. ولی فقط در جاهای مطالعه کردن که در کجا اینا علاقمندی ندارن. فرزند بخش زراعت ما دیدیم که زیاد داوطلب ما نداریم، ولی برعکس ما در زراعتی که فرزند ایراد داریم اوجه داوطلب داشتیم. ما در ایراد زراعت داشتیم ولی ما در کابل زراعت نداشتیم، چون در اینجا میدیدیم که داوطلب نداریم. یعنی این روی مطالعه صورت گرفت که در کجا داوطلب داره کدام رشته، کدام رشته داوطلب نداره. در جایی که داوطلب نداشت هم رشته را حذف کرده.
حوزه 19 امنیتی شهر کابل از دستگیری 4 دزدان خبر می‌دهند. قمندان امنیه کابل می‌گوید که در حوزه 19 امنیتی پایتخت 4 دزد مشهور که به زور از مردم اجناسشان را می‌گرفتند دستگیر شدند. در همین حال مسئولان بر همکاری مردم در حوزه امنیتی تأکید دارند. این در حال است که شهروندان کابل نگران سرقت‌های مسلحانه هستند و از نهادهای امنیتی می‌خواهند که امنیت آنها را تأمین کنند. باشندگان کابل میدانند سرقت های مسلحانه و آدمگاهی هستند. به همین حال مسئولان حوزه 19 امنیتی کابل از دستگیری 4 تن دزدان مشهور خبر میدهند. قمندان امنیه حوزه 19 امنیتی میگوید که مردم منطقه از افراد دستگیر شده شکایت های زیادی داشتند که به گفته آنان این افراد تحت تعقیب قرار داشته تا دستگیر شدند. څلور تنه کسان غله نیولي دي. د ډیره وخته دا د مو د کشپی ارګان تر تعقیب لاندې وو. په بار بار باندې دوه خلکو په حق کې موږ ته راپورونه راکړل شوي وو. پنجشنبه په ورځ باندې د قرهباغ په ساحه کې دوه خلکو د خلکو نه څه مالونه اخیستي وو، څه مواد ترې اخیستي وو. نو دی د سرقت په نتیجه کې هغه خلکو موږ ته مراجعه وکړه، نو نسمه حوزې ته عریضه یې وکړه. موږ نو په خپلو چکپوانټو ملګرو باندې غږ وکړو، متوجه یې کړل، ګزمې پسې ولېږلې. خوشبختانه دوی د موخ کشپی ارګان ونیول چې څلور میله. در همین حال پایتخت میکنان از سرقت های مسلحانه در منطقه مختلف کابل شکایت کرده بودند. آنها از نهادهای امنیتی میخواهند در جهت تامین امنیت شهروندان گامهای جدی را بردارند. ما از امارات اسلامی همین خواهشمند هستیم که امنیت شهر کابل را بگیره و ما بعدر از طرف شهر که ما غریبی میکنیم، بعدر آزاد گشته نمیتانیم. دوزان دوزی زیاف است. آدم نیم شب برامده نمیتونه، کار خود رفته نمیتونه، جایی که مشکل داشته باشه رفته نمیتونه. ما از این امارات اسلامی همی خواهش داریم که امنیت مردم خوبتر و بهتر بگیر. در همین حال حامل حوزه 19 امنیتی میگوید که دوسیه های افراد دستگیر شده به زودی در ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد برای تامین امنیت مردم اطمینان میدهد. د نونسمې حوزې ولس ته، بلکې د ټول کابل ولایت ولس ته موږ اطمینان ورکوو چې د موږ مجاهدین، د موږ مسؤلین ټول د دوی په خدمت کې دي، او د موږ مشران مسؤلین د دوی په حق کې ډېر مشفق دي. په بار بار باندې د دوی په حق کې د حقوقو په اساس باندې موږ ته توصیه کوي تر څو چې د خلکو په ښه شکل باندې خدمت وشي. نو انشاءالله موږ اطمینان ورکوو، موږ خدمت کوو، او یوه غوښتنه هم ترې دا ده تر څو چې چېرته مجرمین دوی ویني او موږ ته عاجل راپور را که تر څو چې موږ مجرمین ونیسو او قانون منګولو ته وسپارو. باورها بدین است که علت جرایم جنایی در کشور بیکاری و وضعیت بد اقتصادی هست. مردم از امارت اسلامی میخواهند که زمینی کار را برای آنها فراهم نمایند. برخی از باشندگان ولسوالی های لالپوری، مومندره و چپرهار از وضعیت خدماتی صحی ابراز نارضایتی میکنند. باشندگان محل با میرویس انتظار گزارشگری ژوندون گفته است که چندین بار این موضوع را با مسئولین به میان گذاشته است، اما مسئولین هیچ گونه توجهی نکرده است. اما مسئولین مشکلات باشندگان این ولسوالی ها را تایید میکنند و از حل مشکلات سخن میزنند. که د لالپوري مرکزي کلینیک په سیدسي کې موږ سیدسي پلس ته لوړ شي او د بستر برخه کې مشکلات حل شي، دا به زموږ دپاره یو غټه لاسته راوړنه اوسېږي. همداسې په ډېرې لرو پرتو سیمو کې موږ هلته هېڅ روغتیایي خدمات نه لرو، نو د روغتیا په برخه کې واقعیت چې جدي ستونزو سره لالپوري ولسوالۍ مخامخ ده. او هغه چې دوی نشته دی چې د انسان یا د افغان یا د وطن یا د مومن یا د لالپوروال په درد دوا شي، ځکه ما ته ویل چې دلته د ګردې د وی نشته، دلته د زړه د نشته، دلته د سترګو نشته، ګوشي ګلون نشته. قرارداد هیلن سره شوی دی، هغه قرارداد کیس د وی هغه څه نشته.
دغه یو سیلو راتراک او داسې راتراک او ستنی بازار کې واخله کني کې اوس دوی مشتا او دغه توجه د ولایت نغوالو چې موږ دې لیک ته توجه وکړي ول چې اصلي ګوډي لکه بس اس کارونه اصلي ګوډي سپینې ګوډي کخپدې وګي مقدر کې او ګذر دې وګي مقدر کې سبا یې راغلی وخت دوی ته بیت الله سره ونیول باندې وځو دوی نشته دا او صبر وکا او سره نه پوری ته مسوګ غمم نه خوري یعنی چې موږ د مرکزی روغتون د حالات وي نور وړ د وړ وړ کلینیکونه بس حالات وي نفوس ډیر زیات تا او دوایان بالکل مطلق نشته نه نو تاسو ما وسیدونه سره وکړه سارته پکې تستي سي حد لپاره سي د ولایت مقام د ما خبره او رئیس ته مي اوري انداسي نور موساتي اوري زوم به دوایان ورته زیات کې د خلک دي غریب او کلینیکونه شته موږ اوس پرچاتو الحمدلله یو کلینیک لګاله ده او نور سيار کلینیکونه موږ لرو خو البته دوایانې کمی دي یو ورځ دا دې غنیخیل ته ځي غنیخیل نه ځي بیا سیتامې ته ځي نو کافي ټیم لګیږي نو زه هم که دلته بسر ورته زیات سي دا به ډېر کافي وي انشاءالله د خلکو مشکلات مو اوریدلی دي خلکو ته مو غوږ نیولی دی په هغه وخت سره مې د خلکو مشکلات حل کړي دي زه منم چې حقه تقاضا چې موږ د هوادوالو په بشپړ ډول سره نه پوره کیږي زموږ د هوادوالو اکثره امید دا وي چې هر قسم دوا باید په کلینیک کې پیدا شي داسې ممکن نه ده چې ټول هغه دواګانې چې زموږ هوادوالو ورته اړتیا ولري او په کلینیک کې پیدا شي ننګرهار هم د هغه ولایتو څخه ده چې دلته هم تطبیقونکو انجوګانې دي د هغوی وظیفه ده چې ټولو کلینیکونو ته چې کوم د عامې روغتیا وزارت د لایحې مطابق دوا ورته ورسوي په ننګرهار کې موږ صرف یو سل درې دېرش کلینیکونو ته موږ پوشش ورکړی دی دوه شواړو ولسوالیو کې زموږ کلینیکونه چې دي شته دی موجود دي موږ دوا سپلای کړې ده خو دوا داسې یو مسله ده چې هلته چینه نه ده چې دوا راوخوټئ دوا خلاصیږي بیا نور ځي حساب داسې دی چې موږ د روبي په حساب باندې دوا لیږو شایع په دغه کم کم وخت کې تاسو په میلیونو روپیو دوا چاخلې د بازار نه آیا دا به وښنه نیسی زمنګ د صحت تو زیات به هیڅ سفر کې زار دی څکه چې دلته بلملنی روډ دی هغه څه چې زمنګا ولوسونه غواړي زمنګا مریضان غواړي هغه دلته هغه د وای نشټر نه لري او نشته دي مونږ څو ځلې دلته مونږ یو کمیټه لرو په دې کلینیک کې څو ځلې مونږ دا خبره وکړه د دې کلینیک مشر سره چې باید زمنګ ممندري ولوسوالي بالکل صفر زر د دوی کم مریضان چې راشي یو پاکټ ګولې ورکي هغه کم ضرورتونه چې د مریض دي هغه دلته نه کیږي در آماده کردن زمینه تعامل با امارات اسلامی باید کشورهای منطقه و فرامنطقه دست به کار شود برخی از آگاهان امور میگویند دیر کردن در تعامل با جهان به ضرر نه تنها افغانستان بلکه کشورهای منطقه و فرامنطقه نیز میباشند Thank you.
نرخ افغانی در بدل اسعار خارجی در بازارهای کابل. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان. این بود خبرها تا این ساعت که تقدیمتان شد. شب بخیر، به امید روز فردای بهتر.